سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه. یه لایو پرسش و پاسخ دیگه من در خدمتتون هستم. شما سوال بپرسید، من سوالاتی که بلد بودم و بهتون پاسخ بدم. ترکیب برای مشکی کردن موی سر با حنا. ببین مشکی که خب حنا یه مقدار قرمزی داره، ولی مثلا پوست گردو به مشکی شدنش کمک میکنه. قهوه سر میتونید استفاده کنید و دیگه مثلا سدر اضافه کنید که یه مقدار رنگش رو کمتر کنه، قرمزی حنا رو. اینا رو معمولا میتونید اضافه کنید به ترکیبتون. سلام به روی ماهتون. سلام از لندن. به سلام به شما، امیدوارم حال همتون خوب باشه. سلام، دیسک کمر درمانی داره؟ ببین، دیسک کمر اگر دیسک شکسته باشه، بیرون زده باشه، معمولا در شرط اضطراری نیاز به جراحی داره، ولی در غیر این مثلا میتونید ماساژ مرتب با روغن‌های گرم انجام بدید و بادکش انجام بدید. ببین، یه دوره حداقل دو هفته‌ای باید این کارو انجام بدید. با یکی دو بار نتیجه خیلی ویژه‌ای نخواهید گرفت. واسه چاقی صورت چی خوبه؟ روغن خراتین واقعا خوبه، من به نظرم قطعی جواب میده. واسه پاکسازی سریع کبد، ببین پاکسازی کبد اگه یه داروی بخواد که سریع و خیلی خوب باشه، یه پک کبد شامل دو شربت و یک کپسول، شربت اچ پلاس، شربت کبد پلاس و کپسول سیلیمارین، که این شماره که اینجا پین کردم میتونید واتساپ پیام بدید و این محصول رو سفارش بدید، بی‌نظیره. دارو برای ملینا دور چشم. ملینا نیست، من فکر کنم میلیا درست باشه. اگه منظورتون همونه میلیاست، دونای سفید رنگی که میزنن، اینا معمولا بلغمیه. من اینها رو پیگیری کردم، به نتیجه که رسیدم اینه که با یه سرنگ استریل شده اینها رو خودتون خیلی آهسته خراش بدید، اون یه چیز سفیدی داخلش اون خارج میشه، بعدم کامل ضد عفونی کنید. برای عفونت ریه زوفا خوبه، آویشن خوبه، سوسنبر خوبه، ختمی و پنیرک خوبه، بارهنگ خوبه، پرسی آوشان خوبه، ولی بهتر از همه اینها شربت سوسنبره که اثر فوق‌العاده خوبی داره. من اونو به نظرم استفاده کنید خیلی بهتره. در بارداری چیا مصرف کنیم؟ خیر، چاقی صورت، روغن خراتین. معده سرد دارم. خب سردی که نخورید، میتونید زنیان بخورید، معدتون رو گرم میکنه، خیلی عالی. بابونه هم خوبه. کجایید؟ اگه منظورتون ما هستیم، ما تهران هستیم، نارمک 4 تلفن خونه. حضوری هم میتونید تشریف بیارید. اگه عزیزانی دوست داشتن مشاوره حضوری بیان یا مزاج شناسی براشون حضوری انجام بدیم، رایگان ها میتونن تشریف بیارن. من معمولا از ظهر تا شب هستم. گوشام هوا میگیره. توی بینی مخلوط روغن بنفشه و سیاه تونه بچکنید، این گرفتگی گوش برطرف میشه. برای کبد چرب گفتم دارو، اگه بخواید یه پک کامل دو تا شربت و کپسوله به نام پک کبد میتونید واتساپ سفارش بدید. دیسک زده بیرون، فکر نمی‌کنم بشه کاریش کرد. اگه لازم باشه باید جراحی کنه. سلام، از شاهرود زیبا هستم. عالیه، خیلی خوش اومدید به لایو ما. کل ایران زیباست. سلام، نخسته. این دیگه خیلی خسته. شما هم نخسته. کل ایران زیباست، ایران بی‌نظیره. من خب می‌بینید که زیاد سفر میرم، واقعا ایران دیدنی فوق‌العاده است. هر شهری و هر جای دیدنی و 10 بار بری باز هم تکراری نمیشه. حتی جدیداً همه رو دارم ویدیو ضبط میکنم، یه کانال تو یوتیوب زدم، اونجا ویدیوها رو میذارم، میتونید برید ویدیوها رو اونجا ببینید. دیگه هزینه‌ام نکنید، ایرانو بگردید، ما جاتون میگردیم، هزینه میکنیم، شما ببینید کیف کنید. درمان موخوره. موخوره خب معمولا ناشی از خشکی زیاده. اگه موخوره خیلی ناجوره، اون قسمت‌های خیلی پرپر شده رو، اصطلاحاً چند شاخه شده رو کوتاه کنید. باقیش هم ببین، بعد رطوبت رسانی کنید دیگه. مثلا ژل آلوورا استفاده کنید، خیلی خوبه. روغن آرگان بی‌نظیره، روغن بادام شیرین خوبه، روغن جوجوبا، روغن آووکادو. و اگه گیاهی تر هم بخواید، مثلا میتونید ختمی رو بریزید تو آب جوش، یه ذره بجوشونید، بعد صافش کنید. اون لعابی که میندازه رو به موهاتون بزنید داخل حمام، یا اسفرزه رو میتونید همینطور استفاده کنید. ویدیو کامل اسفرزه هم تو پیج هست.
دو روز دخترم شکم روی دارد چه داروگیایی بهش بدیم؟ ببین پودر سنجد خیلی گزینه خوبیه، پودر سنجد خیلی عالیه، عرق اتروچ خیلی خوبه، بعد دیگه مثلا کته ماست و نعنا، پودر نعنا تو ماست بریزید با کته بخورید، اونم بسیار عالیه، اونم توصیه میکنم استفاده کنید. فرمایید که پسرتون صبح از خواب بیدار میشه سرفه میکنه، به نظر من عناب بدید، آخر شبا دمنوش عناب بهش بدید. کودک 8 ماهه خیلی ناآرام هست، چی خوبه واقعا؟ آها، خوراکی چیزی ندید، ولی شکوفه بهار نارنج رو توی پارچه بپیچید کنار بالشش بذارید، خیلی تاثیرگذاره در آرام بخشی. تیروید کمکار دارو نداره، ولی یه ویدیوی کامل هست، من ضبط کردم تو پیج هست. ببینید اصول رو اونجا گفتم، اصول تغذیه و اینجور موارد رو، که خیلی وضعیتتون رو بهتر میکنه. نفخ معده شدید یه ترکیب خوب میتونید استفاده کنید، زیر زمیان و تخم گشنیز، اینها رو مخلوطش کنید، یا پودرش رو بخورید بعد غذا، یا دمنوش و عرقش رو، این خیلی تاثیر خوبی داره. خارپاشنه بگو، خارپاشنه سرکه سیب، یه پنبه رو سرکه سیب بزنید، ببندید پاشنه پاتون، نیم ساعت یه ساعت بمونه. این کارو دو سه بار تکرار کنید، بعد شبام روغن سیادونه به پاشنه بزنید، کامل ماساژ بدید. بعد معمولا یه هفته 10 روز خارپاشنه از بین میره. واسه عفونت ادراری زنان چی خوبه؟ خارشتر خوبه، خارخاسک خوبه، گزنه هم عالیه. بریم ته لیست، خیلی طولانی شد، ببینیم یه ها قد نشده. علت سوزن شدن و مرمور شدن توی سر چیه؟ نمیدونم، بهتری آزمایش خون بدید. پوست پرتقالی و منافذ باز، روغن قابض استفاده کنید، مثلا میتونید ماسک مورد استفاده کنید، یه قاشق چای خوری پودر مورد و با ژل آلوورا و سفیده تخم مرغ هم بزنید، مخلوطش کنید، یه دست بشه رو پوستتون ماسک کنید هفته 2-3 مرتبه، معمولا منافذ رو میبنده. روغن هسته انار هم خیلی خوبه، قابض فوق العاده است. دیگه سوال چی داریم؟ میلیا رو گفتم. چاقی چی داری ضمانت داشته باشه؟ درمان چاقی یا درمان لاغری، یعنی چاق بشید یا لاغر بشید؟ ببین کلا ضمانت که نمیشه داد، مگه میشه؟ اگه ما خب یه دارویی داشتیم که مثلا فلان مشکل رو قطعی درمان میکرد، ضمانتی بود دیگه، این همه اون مشکل نبود دیگه. علت اینه که یه دارو ممکنه به سری افراد خوب جواب بده، به یه تعدادی هم واقعا جواب نده، ضمانت نداره قطعا. اصلا هیچ دارویی، نه ما، هیچ کسی دیگه ای، مگه میشه دارو رو ضمانت کرد؟ واسه کیست پشت زانو چی خوبه؟ روغن بابونه بزنید، محلل خیلی خوبیه. دارو برای کانسر سینه نداریم ما، نه. برای حساسیت دمنوش عناب استفاده کنید، معجزه میکنه و مشاور طبی. سیاهی زیر چشم رو چیکار کنیم؟ ببین سیاهی زیر چشم خب علت زیاد داره، ببین مثلا میتونه کمخونی باشه، میتونه سودا باشه، میتونه در افراد مختلف علت، مثلا تو سوداوی ها میتونه سودا باشه، ولی به صورت کلی پاکسازی بدن، مثلا مشاور طبی بخورید روزی 1 لیوان 2 لیوان 3 لیوان مشاور طبی، خیلی تاثیر خوبی داره در روشن شدن زیر چشم. و آب پنیر زیر چشماتون بزنید، آب پنیر هم بسیار خوبه، دستورش هم تو پیج هست، آب پنیر فوق العاده عالیه در درمان این مشکل. دارو بر بلغم شدید، کپسول آنتی بلغم داریم، میتونید واتساپ پیام بدید سفارش بدید. خب من بیام که پیام رو بخونم. سلام، به جای کرم شب چه روغن شب ها به صورتمون بزنیم؟ من روغن هسته انار و روغن بابونه رو به شدت توصیه میکنم، دو تا روغن خوب که میتونید شب و صبح استفاده کنید. روغن آرگان اصل دارید؟ ببین روغن آرگان همشون اصلن، یه توضیح بدم بهتون، روغن آرگان ها همه اصلن ولی خلوصشون پایینه. ببین یه روغن آرگان خیلی خالص بخواید بگید خیلی قیمت بالایی داره، ولی معمولا روغنا رو با یه سری روغنای دیگه که روغن بدی هم نیستن، مثلا این بابونه، بادوم، آووکادو، جوجوبا، اینا یه مقدار مخلوط میکنن، من اینطور دیدم، و خب قیمت میاد پایین تر. و اگر شما بخواید روغن آرگان خیلی خالص بگیرید، به نظر من یه 100 میل بخواید بگیرید حتما شاید به میلیون باشه، ولی مخلوط میکنن مشکلی هم نداره.
بهتره بگیم روغن آرگان با کیفیت داریم؟ آره داریم، میتونید واتساپ سفارش بدید. جوش های نوجوانی روغن درخت چای به صورت موزه به جوش بزنید. خب دیگه جوانی یعنی حرارت، حرارت رو کم کنید. زنجبیل، فلفل، گردو، خرما، گرمی ها رو نخورید. اگر حرارتتون بالاست مثلا تخم خرفه بخورید، سکنجبین، کاهو، عرق کاسنی، اینها رو استفاده کنید، حرارت متعادل تر بشه. برای میلیا میگن تو لایو نبودیم، با یه سرنگ استریل شده خودتون یه خورده پوستش رو خراش بدید خارج میشه به همین راحت. دارو برای ریزش مو، برای ریزش مو یه پک بی‌نظیر داریم، امروز ریلزشو میذارم، یه پک کامل شامپو، لوسیون و کپسوله. میتونید واتساپ هم سفارش بدید، من به نظرم اون استفاده کنم. خارپاشنه رو که گفتم، پروستار و تکرر ادرار، شربت پروستادان و کپسول حب ارمنی مرکب استفاده کنید، بی نظیره، خیلی عالیه. سرم آلرژی داره. ببین اگر آلرژی داره و مشکل سینوس هم داره، دمنوش عناب روزانه بهش بدید و توی بینی هم روغن بنفشه بچه کنید، نظرم بهترین کاره. درمان کیست پشت زانو روغن بابونه بزنید. کف سرم خیلی خارش داره، نیم ساعت قبل حمام روغن بنفشه پای بادام کف سرتون بزنید، حمام رفتید بشورید، مشکل به راحتی درمان میشه. برای کیست سینه واقعا داروی موثری ما نداریم. خیلی انرژی مثبت داری، خدا رو زدن تشکر، خوشحالم که اینطوره. زگیل رو پای بچه ها چی استفاده کنیم؟ و پک میگرن. ببین پک میگرن که نداریم، یه شربت به نام آتا میگرن، ولی برای زگیل الان درخت انجیر دیگه سبز شده، انجیرهای نرسیده یا برگ درخت انجیر رو بکنی، یه شیره سفید رنگی داره، اون رو زگیل بزنید، زگیل و خاله گوشتی رو میبره. ولی حواستون باشه اگه به اطراف به پوست سالم بخوره احتمالا زخم میکنه، حتما دقت کن. کت ماست و پودر سنجد و چی؟ ببینید برای اسهال، درمان اسهال فوری، پودر نعنا رو بریزید داخل ماست، قاطی کنید، یه کتم بزنید، اینو بزنید تنگ این، بعد بخورید، اصلا مثل آب رو آتیشه، فوری اسهال رو بند میاره. پودر سنجد هم که خب جداگونه بخورید دیگه، میتونید با آب با یا خالی بخورید، خالی بخورید، تو سنجد و صفر کننده است، قشنگ میبنده. چرا جواب نمیدین؟ دارم جواب میدم دیگه. ماهشهر تپی چیه؟ ماهشهر تپی چیست؟ ماهشهر همون آب جوه، ولی تپیش چه جوریه؟ 100 گرم جو پوسکنده رو بریزید توی لیتر آب، بذارید ملایم بجوشه، هیچ دست نزنید بهش، بعد یه ساعت بجوشه 60 دقیقه، بعد بردید بذارید کنار، با یه ظرفی خالی کنید دیگه هم نزنید. این میشه آب جوی ماهشهر تپی برای درمان خشکی، برای درمان وسواس فکر و خیال، برای اینجور موارد و برای چاق شدن بسیار گزینه خوبی. برای پاکسازی هم بی نظیره، مخصوصا کسانی که مشکل چیز دارن، چی؟ حساسیت، عالیه براشون واقعا. آرگان هم عالیه. برای ریزش ابرو هم بگیم بله روغن جادویی استفاده کنید، یا روغن زرده تخم مرغ هم بسیار عالیه. تمام محصولاتی که پشت سر شماست شیمیایی است؟ نه، همشون گیاهیه، کجا شیمیاییه؟ ببینی عکس حلزون روش داره، اونا که ماسک خاک رسه همشون، ماریانا که گیاهیه، کدومو دیگه بگم، شامپو تریاک، جو دو سر، شامپو آلوورا، همشون گیاهیه. اون پایینم که ببین لیست دمنوشاست، نمک ها، ماسک های خاک رس، کرم حلزون، همش شیمیاییه، ببخشید همش گیاهیه، شیمیایی اصلا نیست، خیالتون راحت باشه، ما اصلا محصول شیمیایی هیچی نداریم. در ضمن طب اسلامی هم نداریم، طب سنتی. بابونه واسه صورت معجزه میکنه، خودم تجربه شدارم، بی نظیره. یکی از روغنهایی که من واقعا توصیه میکنم، فوقلاده است، فوقلاده است، حتما حتما استفاده کنید. بعد ادامه مطلب، خب بریم ته لیست. ورم پشت زانو، ورم معمولا ببینید دوستان، روغن بابونه
یه ضد التهاب خوبیه برای ورم ها، خیلی تأثیر خوبی داره، میتونی استفاده کنی. سامون تریاک هم داریم، آره میتونی واتساپ سفارش بدی. پسر من وسواس فکری داره، دکتر تپسانتی گفته جو نخوره. آره خب جو سرد و خشک نباید بخوره، ولی ما و شعی رو میتونه بخوره با عسل، هیچ مشکلی نداره. برای جوش نوجوان روغن درخت چای بی نظیره. سیروز کبدی دارو نداریم. عفونت گوش، من به نظرم دود انبرنسا تأثیر خیلی خوبی میتونه داشته باشه. شامپو تریاک، آره خوبه، شامپو تریاک خوبه برای تقویت مو. برم بخوابم، خسته نباشید. روزا سعی کنید زیاد نخوابید. بابونه برای صورتی که منافذ باز هست خوبه، مشکلی نداره، میتونه استفاده کنید. درمان شاید نکنه ولی تأثیر خیلی خوبی در روشن شدن پوست داره. واریس درمان قطعی دارد؟ بله. برای شکم و پهلو چی دارید؟ کپسول لکمن و آلامین. برای عدم نعوذ در آقایون کپسول هرکول گیاهی میتونید استفاده کنید. عفونت واژن، هم داروی خوراکی داریم، کپسول و شربت کاندیدا، هم دود انبرنسا هم تأثیر گذاره. پسر 19 ساله هیچ موی ریش و سیبیل نداره. اگه نداره دیگه نداره، به نظرم الکی پول هزینه نکنید. ولی اگر دونه های ریز ضعیف و کرکی داره، میتونید روغن هایی مثل رزماری و مثل سیادونه و کندوش استفاده کنید. قرص جینسینگ و شیرخشت برای چاقی جواب میده؟ خیر آقا، جینسینگ گرم و خشکه، گرم و خشک لاغر میکنه، چاق نمیکنه که. برگشت بویایی پست کامل تو پیج هست. برای خارش کف سر چی کار کنیم؟ روغن بنفشه پایه بادام باشه بهتره. کف سرتون بزنید نیم ساعت قبل حمام، بذارید بمونه، بعد حمام رفتید بشورید، این خارش رو برطرف میکنه. ککومک خورده پیچیده است، فکر نمی‌کنم به راحتی بشه درمان کنه، نه که نشه ها، ولی خیلی مفصله، بعد پست براش بذاریم. برای زانو درد چه چیزی استفاده کنم؟ بهترین و دم دستی ترین فلان روغن های گرم استفاده کنید. روغن بابونه، روغن سیاه دانه، روغن زیره، روغن آبیشن، روغن آل زیتون دم دستی، ولی خب اون اولیا بهتره. و خب خوراکی هم دارچین، زنجبیل و دارچین و زنجبیل و زردچوبه خوراکی تأثیر خوبی داره. با من تلفن رو بگیر. تقویت قوای جنسی، ببین نخود خیلی تأثیر خوبی داره، ظاهر ساده ولی بسیار تأثیر گذاره. کلا غذای نخودی بخورید، نخود آب، نخودچی، آب گوشت. و جنسینگ هم تأثیر خیلی خوبی داره و سرنجان هم توی گیاهان دارویی برای تقویت قوای جنسی خیلی تأثیر خوبی داره. زانو آب آورده، روغن مالی با روغن گرم انجام بدید. طرز تهیه آب جو بگید. حس بویایی ببخشید، یه پست کامل تو پیج هست، لطفاً اونو ببین که من توضیح اضافه ندم اینجا. طرز تهیه آب جو، آب جو ببین، 100 گرم جو پوسکنده رو با 1 لیتر آب بریزید تو قابلمه، بذارید رو آتیش رو حرارت، بذارید خیلی ملایم بجوشه. بعد 60 دقیقه تقریبا اصطلاح میگن جوها شکفته میشه، بذارید کنار و خالی کنید، با یه ظرف خالی کنید، بذارید سرد بشه، این میشه آب جو. میتونید حالا اگر خیلی بدنتون سرده موقع آماده کردنش، یه تیکه چوب دارچین میتونید توش بذارید، یا موقع خوردن میتونید با عسل بخورید اگر احساس ضعف داشتید. پف زیر چشم بلغمیه دیگه. ببین کسانی که رطوبت زیاد دارن یا معده سرد، معده تاثیرگذاره، اگر معده سرد دارید مشکل معده رو درمان کنید. ولی ماساژ پیشانی و ملاج سر با روغنی مثل سیاه‌دانه شبها قبل از خواب تأثیر خوبی در درمان پف زیر چشم. گفتین روزها زیاد نخوابیم چرا؟ ببین کلا خواب روز خیلی خوب نیست، خصوصا فصل، یعنی زمانی که روزها کوتاهه. حالا تابستون نهایتا سر ظهر تو بازه ساعت 12 تا 2 یه چرت کوچیک کوتاه اگه بزنید اصلاً قیلوله، مخصوصا اونایی که صبح زود بیدار میشن تا شب بیدارن، ظهرا یه چرت کوتاه بزنید. خواب طولانی چند ساعته به هیچ عنوان توصیه نمیشه، باعث سردی و ضعف بدن میشه، رطوبت بدن رو میبره بالا. درمان واریس، دارو داریم، دارو خوراکی داریم، میتونید واتساپ پیام بدید دارو رو بهتون بدید. پوسته سر، روغن بنفشه قبل حمام استفاده کنید. میخچه یه دونه میخکو بسوزونید، داغ کنید، زمانی که داغه بذارید رو میخچه نگه دارید چند دقیقه، بعد بردارید یه پنبه رو سرکه سیب بزنید، بذارید روش، بذارید یه 5 دقیقه 10 دقیقه بمونه، اینو روزی چند بار تکرار کنید، به مرور اون میخچه از جا در میاد.
آب مروارید دارو نداریم. لایو رو بعد سیو میکنم ببینید. سیروز کبدی دارو نداریم. ببین ریزش مو یه ترکیب قبلا گفتم، ترکیب گزنه، رزماری، مورد، آرد نخود خام، سدر و حنا. میتونید حنای بیرنگ استفاده کنید. اینها رو با زرده، تخم مرغ و کمی آب به شکل خمیر درست کنید، رو سرتون ببندید، دو سه ساعت بمونه حمام بشورید. روزی دو هفته دو سه مرتبه این دو بار خوبه. روغن اگه خواستید استفاده کنید، روغن کندوش، رزماری، روغن مورد، گزنه و حتی سیاه‌تونه، اینا تاثیر خیلی خوبی داره. سوالای تکراری میچرخه، نمیدونم مشکل اینستاگرامه. دوباره طولانی شد، بریم ته لیست. برای ریزش ابرو و کلان تقویت ابرو روغن فندق و روغن زرده تخم مرغ خیلی خوبه. بوی بد دهان یه ویدیو کامل تو پیج هست، سه تا علت داشته گفتم. اگر عفونت لثه باشه یا سینوزیت، بعد سینوزیت درمان بشه، یا اینکه مشکل معده است که اون بعد درمان بشه. برای چاقی چی خوبه؟ اگه منظورتون چاق شدنه، یه ویدیو کامل انقدر گفتم خارش سر من خارش گرفت. برای چاقی اگه میخواید چاق شید، یه ویدیو کامل هست، من یه لیست غذایی کامل گفتم که خیلی تاثیرگذاره. ببین مثلا ویتیلیگو یه بیماری نیست که من یه نسخه بگم اصلا انجام بدید درمان بشه. اینا رو واتساپ پیام بدید، دارو داره من بهتون معرفی میکنم. پای مادر ورم کرده، دیابت داره، با روغن بابونه ماساژ بدید. کراتین بالا شربت مارمین استفاده کنید، عرق کرفس هم تاثیر خوبی داره. برای رفع سفیدی مو حلیله به صورت خوراکی و روغن آموله به صورت موضعی تاثیر خوبی داره. صورت هم پوست پوست میشه، روغن بنفشه بزن، عالیه. عرق یونجه برای چاقی خوبه؟ بله، من خیلی عرق میکنم. یه ویدیو کامل در مورد درمان عرق توی پیج هست، فقط بگم که ماست و چای نخور. خارش سر بگید. روغن با بنفشه خیلی خوبه برای درمان خارش سر، قبل حمام بزنید. دل درد و دل پیچه، زنیان خوبه، عرق نعنا هم خوبه. من به خود سوالاتی که دارم میبینم و بلدم جواب میدم. روغن بعد حمام اگه برای خشکی پوست میخواد، بادام شیرین، آووکادو، جوجوبا، آرگان، اینا همه خوبه. برای سنگ کلیه عرق خارشوتر، خارخاسک، گزنه، کاکل ذرت، دم گیلاس، همه اینها خوبن. فشار خون، چای ترش، میوه نسترن. برای یائسگی بله دارو داریم. برای کراتین بالا دارو داریم، یه شربت به نام مارمین. توی واتساپ پیام بدید خدمتتون توضیحاتشو بدیم. برای سردرد چی بخوریم که سر سنگین میشه؟ مشکل من به نظرم از معده است وقتی سنگینی سر دارید. معرفی کتاب خوب، من چند تا کتاب عکساشو میگیرم براتون تو استوری میذارم ببینید. البته شب الان دم دستم نیست. سوراخ قلب بچه ها من واقعا نمیدونم درمانی هست یا نه. منافذ باست پوست، منافذ باز پوست، روغنهای مثل هسته انار، مثل روغن گلنار، روغن هسته انگور که قابض هستن تأثیر خیلی خوبی داره. ماسک مورد هم خوبه. خب سوالا زیاد شد دیگه، لایو هم داره طولانی میشه. من لایو رو سیوش میکنم ببینید. دوباره سعی میکنم یه روز در میون همین ساعتا که خلوت هستم بیام بالا یه لایو بذاریم، با هم صحبت کنیم و به سوالاتتون پاسخ بدیم. اگر نیاز به مشاوره و سفارش محصول هم دارید، میتونید واتساپ به این شماره پیام بدید تا راهنماییتون کنیم. روزتون بخیر، سلامت باشید و امیدوارم آخر هفته خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.